با سلام خدمت همه همراه مکانیکیای عزیز، تو این ویدیو به سراغ دو سدان آسیایی رفتیم و می‌خوایم بررسی کنیم که آیا آریزو 6 توربوی 0 کیلومتر ارزش خرید بالاتری داره یا تویوتا کورولای کار کرده. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. چیزی که مقایسه آریزو 6 توربوی 0 کیلومتر با تویوتا کورولای کار کرده رو در نگاه اول جالب کرده، تقابل خودروی چینی جذاب 0 کیلومتر با سدانی پرطرفدار و کهنه‌کار از ژاپن که یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین سدان‌های اقتصادی دنیاست. آریزو 6 توربو از سدان‌های جدید کمپانی چریه که اولین بار در سال 2018 در نمایشگاه خودروی چین رونمایی شد. طبق اظهارات رسمی گروه خودروسازی چری، طراحی و ساخت این پلتفرم تحت نظارت مستقیم شرکت خودروسازی جگوار لندروور انجام شد. از سوی دیگه شرکت تویوتا نخستین بار در سال 1966 تولید کورولا را به عنوان سدانی شهری و جمع و جور برای بازار کشورهای در حال توسعه و مشتریان نچندان ثروتمند شروع کرد. تا سال 1974 کورولا پرفروش‌ترین خودروی جهان بود و بعدش هم همچنان محبوبیت داشته. تا امروز 12 نسل از این خودرو به بازارهای جهانی راه پیدا کرده که از این میان نسل 11 هم این خودرو در مدل‌های 2014 تا 2017 و در دو نسخه XLI و GLI توسط شرکت ایرتویا نماینده رسمی کمپانی تویوتا ژاپن در ایران عرضه شده. تویوتا کورولا کار کرده مد نظر ما مدل 2016 GLI هست. آریزو 6 توربو سدان جمع و جور شرکت چری طراحی بروز و زیبایی داره که بر اساس زبان طراحی جدید چری انجام شده و برای یک سدان چینی بسیار هیجان انگیزه. جلو پنجره بزرگ که با خط عرضی کرومی به دو بخش تقسیم شده و چراغ‌های زاویه دار یه نمای خشن و جذاب به این سدان شرقی دادن. طراحی کابین آریزو 6 هم در حد نمای بیرونیه و بسیار مدرن و منحصر به فرده. راحتی ابعاد و ارگونومی صندلی‌ها قابل قبول و کیفیت پلاستیک و چرم به کار رفته در کابین هم کاملا مناسبه. در زیر کاپوت آریزو 6 توربو یه پیشرانه 1.5 لیتری توربو شارژ با توان تولید 147 اسب بخار قدرت و 210 نیوتن متر گشتاور قرار داره که برای انتقال نیرو به چرخهای جلو از یه گیربکس 9 دنده CVT استفاده میکنه. به رسم خودروهای چینی، سدان جذاب چری هم لیست بلند بالایی از آپشن ها از جمله صفحه نمایش 9 اینچی لمسی، تهویه مطبوع دیجیتال به همراه دریچه تهویه عقب، گرم کن صندلی جلو، سنسور پارک جلو و عقب، سنسور فشار باد تایر، کروز کنترل، استارت دکمه‌ای، ریموت استارتر، سانروف و دوربین 360 درجه رو ارائه میده. اما تویوتا کورولای 2016 نسبت به نسل‌های قبل‌تر کابین بزرگتری داره و برآمدگی‌های روی گلگیرها، خطوط حجیم نمای جانبی و چراغ‌های کشیده نمای خشن و جذابی به این خودرو دادن. در بخش داخلی نکته قابل توجه فضای زیاد کابین کورولا است. وضعیت صندلی ها در بهترین حالت ممکنه و فضای کابین در جلوی پا برای سرنشینان این سدان پرفروش موجوده. در قلب کورولا 2016 یک پیشرانه 4 سیلندر 2 لیتری قرار داره که توانای تولید نیروی برابر با 143 اسب بخار و گشتاور 187 نیوتن متر داره و گیربکسش هم 4 دنده اتوماتیکه. در لیست آپشن ها و تجهیزات رفاهی کورولا در مقایسه با رقیب چینی، آپشن های خیلی کمتری شامل کروز کنترل، سنسور پارک جلو و عقب، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، دیلایت، سانروف و ورود و استارت بدون کلید دیده میشه. برای مقایسه این دو خودرو باید بگیم که پیشرانه تنفس طبیعی کورولا نسبت به موتور آریزو 6 استهلاک کمتری داره و حساسیت های فراوان موتورهای توربو شارژ نسبت به بنزین های بی کیفیت داخلی در این خودرو دیده نمیشه. علاوه بر این، مالکان خودروهایی با پیشرانه توربو شارژ نظیر آریزو 6 باید قبل از تصمیم به خرید هزینه های بنزین سوپر یا مکمل های افزایش اکتان رو هم حساب کنند. همچنین میدونیم که رقیب چینی چالاکتره، اما اگه از اتومبیلتون بیشتر برای رفت و آمدهای روزمره استفاده میکنین،
اختلاف شتاب 0 تا 100 حدود 1 ثانیه‌ای اهمیت زیادی نداره. از لحاظ مصرف سوخت هم آریزو 6 با میزان مصرف سوخت ترکیبی 6.4 لیتر در مقایسه با مصرف کرولا به میزان 7.7 لیتر در هر 100 کیلومتر به صرفه تره. در بخش نمای ظاهری هر دو خودرو طراحی جذابی دارند و آریزو 6 به حق بیشتر از نام و اعتبار چینی خودش ظاهر شده و کرولا هم که دیگه نیازی به تعریف و تمجید نداره. سایز کابین هر دو خودرو برای راحتی سرنشینان ایده‌آله. در بخش امکانات رفاهی هم چری آریزو 6 برنده بیچون و چرای رقابته. در مورد ایمنی هم باید بگیم که ردپای تست آریزو 6 در هیچ کدام از مؤسسات معتبر ایمنی جهان دیده نمیشه و سطح امنیتش مبهمه. اما کرولا برخلاف رقیب چینی موفق به کسب 5 ستاره ایمنی از مؤسسه معتبر یورو انکپ و امتیاز تاپ سیفتی پیک از مؤسسه بیمه و ایمنی بزرگراه‌های آمریکا شده. از لحاظ سواری کرولا خودروی نرم و جادار و استهلاک کم، دوام فنی بالا و راحتی رانندگی از مهمترین مزایای این سدان ژاپنی اقتصادیه که باعث شده حتی نسخه‌های کار کردش هم پرطرفدار باشه. در مقابل پیشرانه توربوشارژ چری آریزو 6 با اینکه چالاکی قابل قبولی داره اما عملکرد گیربکسش در ابتدای حرکت معمولاً کمی تأخیر داره که خوشایند نیست. سیستم تعلیق آریزو 6 هم به راحتی کرولا نیست و ضربات به مراتب بیشتری رو به کابین خود رو منتقل میکنه. در کل چری آریزو 6 توربو یه سدان تازه وارده که در مقابل کرولای کارکشته و پرطرفدار فقط مزیت صرف کیلومتر بودن و آپشن‌های رنگارنگش میتونن باعث انتخابش بشن. اگرچه که خیلی ها نسخه کار کرده و سالم کرولا رو به دلیل دوام فنی بالا، امنیت قابل اطمینان و اعتبار بالای کمپانی سازنده به سدان چینی تازه وارد ترجیح میدن. نظر شما در مورد این دو خودرو چیه؟ در کامنت ها با ما در ارتباط باشید.